تو دنیای علم زیاد پیش اومده که دنبال جواب یه سوال خاصی بودیم اما تو مسیرمون به کشفیات بزرگی رسیدیم که رو نداشتیم وقتی دانشمندا دنبال فهمیدن دلیل یکی از چالش‌های ستاره شناسی به نام جاذب بزرگ بودن همین اتفاق افتاد چیزایی پیدا کردن که دید ما به جهان هستی رو برای همیشه تغییر داد امروز میخوام از کهکشان‌ها های کهکشانی و ها صحبت کنم اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک است که توسط آقای جواد مخبری تو جنوب کالیفرنیا تأسیس شده. زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیک و اینجور موارده. این شرکت تو پروژه‌های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری، مریخنورد کیوریا سیتی و پروژه‌های پیچیده مهندسی پزشکی مشارکت داشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون سر بزنید و لینکدین فیوتک رو دنبال کنید که تو بخش توضیحات همین ویدیو گذاشتم. بعد از اینکه به انبساط دائمی جهان هستی پی برده بودیم تصویری که ازش داشتیم یه جهان همگن بود یعنی فکر میکردیم تمام کهکشان ها با سرعت مختلف و رندوم در حال دور شدن از همدیگن با نقشه های دقیقی که از حرکت کهکشان های مختلف تهیه شد ستاره به این نتیجه رسیدن که جهت حرکت بعضیشون یه مقدار متفاوته این با یه جهان همگنی که از همه طرف در حال انبساط باشه جور در نمی اومد. قضیه وقتی جالب تر شد که فهمیدن کهکشان خودمون با یه سرعت خیلی زیادی حدود 600 کیلومتر بر ثانیه به سمت یه نقطه نامعلومی حرکت میکنه. این نقطه جای قرار گرفته بود که برای ما قابل دیدن نبود. چون موقعیت ما نسبت به این نقطه طوری بود که مرکز کهکشانمون این وسط قرار می گرفت. یعنی یه منطقه خیلی شلوغ پر از گاز و قبار و ستاره جلوی دید ما رو می گرفت. این قسمت از آسمون معروف به منطقه اجتناب یا منطقه توقف. رصد کهکشان دوردستی که تو این ناحیه قرار می گیرن کار خیلی سختیه. حتی بعضی وقتا نشدنیه. مگه اینکه میلیون ها سال صبر کنیم تا چرخش منظومه شمسی دور کهکشان باعث بشه موقعیت ما تغییر کنه پس کهکشان ما با یه سرعت خیلی زیادی به یه سمتی حرکت می کرد ولی با قوی ترین تلسکوپ هم نمیتونستیم ببینیم چی اونجاست که داره ما رو به سمت خودش میکشه. کشه بیشتر باعث شد این مسئله بازم عجیب بشه فقط ما نبودیم بقیه کهکشان های همسایمون هم داشتن به همون سمت حرکت میکردن. این نقطه مرموز یه چیزی بین 150 تا 250 میلیون سال نوری از ما فاصله داشت. از روز زمین داخل صورت فلکی گونیا قرار می بعدش به این نتیجه رسیدیم که تنها نیرویی که می تو این فاصله های عظیم یه همچین کششی ایجاد کنه گرانش یا جاذبه است. برای همین دانشمندا فکر کردن یه جرم خیلی خیلی بزرگ و سنگین تو این نقطه قرار گرفته که میلیونها برابر بزرگتر از کهکشان ماست. یه هیولای بزرگ که نیروی گرانشش داره تمام این کهکشان ها رو به سمت خودش میکشه. اسمش رو گذاشتن جاذب بزرگ، جذب کننده بزرگ. اما منشأ این نیروی عظیم واقعا چی بود؟ اگه این قسمت از جهان که کهکشان ما توش قرار گرفته رو بهتر بشناسیم سر نخای خوبی به دست میاد هرچند این کار یه مقداری باعث سرگیجه هم میشه که به خاطر بزرگی وحشتناک این دنیاست کهکشان ما همراه با سیچل تا کهکشان دیگه یه گروه تشکیل میدن به نام گروه محلی که یه چیزی حدود 10 میلیون سال نوری وسعت داره بزرگترین کهکشان این گروه آندرومداست بعد از اون راه شیری این دوتا همونطور که میدونید دارن با سرعت زیادی به سمت هم جذب میشن با اینکه نزدیکترین کهکشان به همدیگه هستن اما پنج میلیارد سال دیگه طول میکشه تا ترکیب بشن بقیه کهکشان این گروه هم به همین سمت دارن کشیده میشن یعنی این گروه دائما داره فشرده تر میشه تمام کهکشاناش دارن به سمت همدیگه جذب میشن 65 میلیون سال نوری اون طرفتر یه خوشه از کهکشان وجود داره به نام خوشه‌ی سمبوله. بیشتر از 1300 تا کهکشان تو این ناحیه جمع شدن که تراکم نسبتا بالایی داره. برای همین گرانش زیادش داره گروه محلی ما رو به سمت خودش میکشه. پس کهکشان گروه ما غیر از اینکه خودشون دارن به سمت خودشون حرکت میکنن، همشون با هم دارن میرن به سمت خوشه‌ی سنبوله. گروه محلی ما با خوشه سنباله و چند تا گروه و خوشه دیگه ابرخوشه محلی رو تشکیل میدن که بهش ابرخوشه سنباله هم گفته میشه. اینجا جاذب بزرگم وارد داستان میشه. ابرخوشه سنباله با تمام چیزایی که داخلشه از جمله کهکشان ما داره به سمت جاذب بزرگ حرکت میکنه. سال 1996 ستاره شناسا یه ابرخوشه دیگه کشف کردند که از رو زمین داخل صورت فلکی گونیا قرار می گرفت. برای همین اسمش رو گذاشتن ابرخوشه گونیا یا نورما. یه ابرخوشه بزرگه که حدود 220 میلیون سال نوری از ما فاصله داره. موقعیت مکانیش جوری بود که به نظر می اومد این همون جاذب بزرگه. اما وقتی جرمش رو تخمین زدن به این نتیجه رسیدن که این مقدار جرم نمیتونه عامل اون کشش های قدرتمند باشه پس با اینکه خیلی نزدیک به محدوده جاذبه بزرگ بود اما اون نبود همین گونیا با ابرخوشه سنبوله و چند تای دیگه یه ابرخوشه خیلی بزرگ تشکیل میدن به نام لانیاکیا که حدود 500 میلیون سال نوری وسعت داره و 100 هزار تا کهکشان توشه بعد از چند سال تحقیق و بررسی به این نتیجه رسیدیم که جاذبه بزرگ در واقع نقطه کانون گرانشی این ابرخوشه لانیاکی یعنی جاذبه بزرگ یه جرم مشخص نیست یه ابرخوشه خیلی بزرگ یا یه جرم ناشناخته نیست بلکه یه مکانه برایند تمام نیروهای گرانشی که تمام کهکشانهای داخل این ابرخوشه ایجاد میکنن، در نهایت تو این محدود متمرکز میشه. برای همین تمام خوشه ها و کهکشان ها به این سمت کشیده میشن. پس راز جاذبه بزرگ تقریبا حل شد. این که میگم تقریبا به خاطر اینه که قضیه پیچیده تر از این حرفا بود ستاره متوجه شدن که خود این جاذبه بزرگم و همراه خوشه های کهکشانی و گروه محلی ما دارن به سمت ابرخوشه شپلی حرکت میکنن که 650 میلیون سال نوری از ما فاصله داره یه ابرخوشه خیلی بزرگ و سنگینه با حدود 8000 تا کهکشان پس در واقع ما و تمام کهکشان‌های اطرافمون داریم به سمت ابرخوشه شپلی حرکت میکنیم. جاذبه بزرگم یه نقطه مشخصی نیست. بستگی به این داره که چه محدوده‌ای رو در نظر بگیریم. اگه علاوه بر ابرخوشه لانیاکیا، ابرخوشه شپلی هم در نظر بگیریم، محل جاذبه بزرگ میشه یه جایی نزدیک شپلی. پس اگه همینطور ابرخوشه های همسایه رو اضافه کنیم به این محدوده نقطه ای که کانون گرانشی تمام اینا میشه یعنی همون جاذبه بزرگ محلش فرق میکنه سال 2016 هم یه تیم بین المللی از ستاره یه ابرخوشه جدید داخل صورت فلکی بادبان کشف کردن که اسمشو گذاشتن ابرخوشه بادبان یه منطقه خیلی متراکم از کهکشان‌ها نزدیک ابرخوشه شپلی بود که به نظر می‌رسید جاذبه بزرگ اونجا قرار گرفته. هنوزم تلاش ستاره ادامه داره تا شناخت ما از این موضوع کامل‌تر بشه. دو تا نکته تکمیلی هم میگم و بحث رو تموم می‌کنم. نکته اول اینکه اگه کهکشان‌ها و خوشه ها اینجوری به سمت همدیگه جذب میشن، پس تکلیف انبساط جهان چی میشه؟ اتفاقی که میفته اینه که جهان ما به طور کلی در حال انبساطه اما تو بخشای کوچیکترش بعضی وقتا گرانش غالب میشه این باعث میشه یه جاهایی کهکشان ها تو گرانش همدیگه گیر بیفتن کشیده شدن اینا به سمت همدیگه باعث میشه بعضی جاها خوشه ها و ابرخوشه ها تشکیل بشن بعضی جاها فضاهای خالی تر ایجاد بشه اما انبساط جهانم بیکار ننشسته انرژی تاریکم هم داره کار خودشو میکنه برای همین ابرخوشه ها دائما تغییر میکنن چون تو رقابت بین انبساط و انقباز در نهایت این انبساطه که برنده میشه انبساط باعث میشه این ساختارهایی که گرانش به وجود آورده کم کم تغییر کنن یا از بین برن پس جاذبه بزرگم هم همیشه تو همون نقطه باقی نمیمونه میلیاردها سال بعد به خاطر تغییر خوشه ها و ابرخوشه ها این نقطه هم جاش عوض میشه نکته دوم این که گفتم جاذب بزرگ تو محدوده ای قرار میگیره که کهکشان ما جلوی دید ما رو میگیره. پس چطور تونستیم این خوشه ها و خوشه هایی که گفتم رو پیدا کنیم؟ چطور تونستیم سرعت و جهت حرکتشون رو متوجه بشیم؟ خب ما کهکشانهایی که دقیقا داخل منطقه اجتناب هستن نمیبینیم ولی اونایی که بالا یا پایین این منطقه هستن قابل دیدنن بررسی حرکات این کهکشان ها اطلاعات خوبی به ما میده. اما برای رسد کهکشان‌هایی که کاملا تو منطقه اجتناب قرار میگیرن از امواج رادیویی استفاده میکنیم. نور مرئی تو این ناحیه شلوغ وسط کهکشان خیلی پراکنده میشه. اما امواج رادیویی که طول موج بلندتری دارن خیلی بهتر میتونن از این قسمت عبور کنند. پس ما این منطقه رو با تلسکوپ رادیویی رصد کردیم نه با تلسکوپ معمولی به نظرم دونستن محل دقیق جاذبه بزرگ شاید زیاد اهمیت نداشته باشه چیزی که مهمتره اینه که همین کنجکاوی که برای پیدا کردن دلیل کشیده شدن کهکشان به سمت یه نقطه مشخص داشتیم چقدر باعث شد درکمون از جهان هستی بیشتر بشه پس هیچ مسئلهی بی اهمیت نیست هر سوالی ممکنه حقایقی رو برامون آشکار کنه که تصورش هم نمیشه کرد.